همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، تازه ترین ها در مورد این قانون چی است؟ خب بر اساس این اصلاحات جدید در قانون اساسی، نصب و عزل قضات دیوان عالی کشور که قبلا این کار را شورای عالی قضات انجام میداد، از این به بعد این کار توسط یک کمیته که عمدتا متشکل از اعضای پارلمان خواهد بود صورت خواهد گرفت. همچنان برای شرح و تفسیر قانون اساسی هم هیئت‌های جدیدی بر دیوان عالی کشور و همچنان نیز در دادگاه‌های عالی کشور در سطح ایالات اضافه می‌شود. این هیئت‌ها اختصاصاً مباحث قانونی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و رفع هر گونه ابهام مربوط به شرح و تفسیر قانون اساسی مسئولیت این هیئت‌ها خواهد بود. پیشتر این کار توسط قضات دیوان عالی صورت می‌گرفت، اما آنها در کنار این موضوعات، یعنی این موضوعات قانونی، موارد دیگر را نیز مورد رسیدگی قرار می‌دادند. اما از این پس برای شرح و تفسیر قانون اساسی یک هیئت تخصصی تعیین خواهد شد. قوه قضاییه پاکستان در تاریخ این کشور در موارد زیادی خیلی خودسرانه عمل کرده و نخست وزیران پاکستان، چون نخست وزیر مثلا ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، خب ایشون توسط همین دادگاه به دار آویخته شده بود، نواز شریف سلب صلاحیت شده بود، همچنان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر دیگر پاکستان هم توسط همین قضات سلب صلاحیت شده بود. و این متمم جدید میخواهد اختیارات قوه قضاییه را محدودتر و به گفته دولت قانونمند کند. تصویب این متمم که خوب در واقع 26مین متمم قانون اساسی پاکستان هست، برای دولت کار آسانی نبوده و چندین ماه طول کشید، چندین پیشنویس ها بین نمایندگان مجلس در واقع رد و بدل شد و در نهایت در واقع صبح امروز هست که این به تصویب رسیده. از پیامدهای تغییرات در قانون اساسی در نظام سیاسی پاکستان بیشتر چی میدانیم؟ تحلیلات چگونه است؟ آیا تصویب این قانون جدید یک کار خوبی است یا نه؟ جواب این سوال در سالهای آینده مشخص خواهد شد. در واقع باید زمان بگذره تا بفهمیم که این کار نتایج مثبتی را برای پاکستان داشته یا نه. خب بزرگترین مخالف این تغییر در واقع که پیش اومده حزب تحریک انصاف است به رهبری عمران خان. گوهر خان که در غیاب عمران خان رهبری حزب تحریک انصاف را به عهده داره، از روند تصویب و همچنان محتویات این در واقع تغییرات جدید در قانون اساسی انتقاد کرده و آن را در واقع حمله به قوه قضاییه کشور خوانده. عمر عجوب رهبر جناح اپوزیسیون در مجلس ملی پاکستان نیز در سخنرانی که شب گذشته در مجلس ملی پاکستان داشته، گفته که این قانون جدید قوه قضاییه را تضعیف میکنه. اما دولت این کار را یک موفقیت بزرگ برای کشور میدونه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان و مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام تصویب این متمم را در واقع موفقیت بزرگ برای پارلمان و برای کشور خوانده. جواد مدانی از حضور در برنامه ابراز امتنان.